به آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها همونطور که مستحضرید ایجاد یک فضایی است برای دانش آموختن و از همه مهمتر ایجاد بینش فراتر و از اون هم مهمتر دادن یک فرصتی برای آزاد شدن از اون حلقه های خرافاتی که ما در اجتماع داریم و از همه مهمتر در اذهان خودمون داریم. هدف این برنامه ها تحت هیچ شرایط تخریب عقاید احدی نبوده و نیست، بی‌حرمتی به اعتقادات احدی نبوده، چه اعتقادات مذهبی، چه اعتقادات سیاسی، چه اعتقادات فلسفی. ولیکن بنده در اینجا وظیفه دارم که حداقل تمام این اعتقادات رو به صورت بینشگری، دگراندیشی و خرد انتقادی مورد بحث و بررسی قرار بدیم. هدف اساسی بنده در تمام برنامه ها آن است که در مورد مسائل فقط از یک دید نگاه نکنیم و اگر اعتقاداتی داریم سعی کنیم اون اعتقادات رو در دنیای امروز با خرد پروری و مهر پروری مورد تجزیه و تحلیل قرار بده. یکی از بینندگان عزیز و شنوندگان محترم از ایران به بنده یک نامه نوشتن و در اون سوال کردن که آیا در این برنامه ها شما به بحث خدا، دین، پیامبر و امثال اینها اشاره میکنید؟ ما با شما موافق هستیم که دیگه خدا به اون مفهوم قبلیش معنی نداره، ولی شما چرا در انتهای برنامه ها میگویی شما رو به خدا میسپارم؟ من البته بحث امروزمون که در مورد عرفان عملی و عرفان نظری است به این مباحث مشغول میشیم، ولی میخواهم خدمت شما عرض بکنم خانم بزرگوار و یا اگر نفوس دیگری هستند، بنده تحت هیچ شرایطی در این برنامه و خودم و مهمانانی که داریم، ما معتقد نیستیم که خدایی وجود نداره، ما معتقد نیستیم که پیام آورهای نوین در طول تاریخ ظاهر نشدن، بلکه بنده گفتم بازم تأکیدن عرض می کنم که خدا به اون مفهوم قبلی که هزاران سال قبل بهش اشاره شده الان با پیشرفت‌های علمی که ما کردیم، با بینش جدیدتری که حاصل کردیم، دیگر نمی‌شود اون اعتقادات قبلی رو حفظ کرد. این بدین معنی نیست که ما خدا رو بایستی کنار بگذاریم. این معنی آن رو ندارد که ما به خدا و یا پیام‌آور و پیامبر معتقد نباشیم. این سوء تفاهم شماست از عرایز بنده و بیانات دیگران، بلکه هدف ما آن است و من تأکیداً عرض می کنم که بله، دیگر خدایی که به صورت انسان نما مطرح بشه، خدایی که داستانهای تورات و انجیل قرآن رو ما بخواهیم اساس لغوی بگیریم و نه به صورت تمثیلی، دیگه راندمان عملی نداره و همین هاست که اسباب افراط‌گرایی و خرافه‌گرایی رو فراهم میکنه. ولی ما به خدایی که مقدس از جمیع این اوصاف و اوهام هست معتقدیم. بنده 100% معتقد به خدا هستم، ولی خدایی که به افکار ما و به اعمال ما و به احساسات ما نه تعریف میشه و نه توصیف و یا توجیه میشه. بارها بنده عرض کردم من به خدای غیب منی لایدرک معتقد هستم، یعنی خدایی که والاتر از تمام افکار و ادراکات منه و خدایی که
آثار و صفاتش به صورت تجلی در عالم نموداره، ولی تحت هیچ شرایطی هیچ شیئی رو ما خدا نمیدانیم و هیچ انسانی رو هم ما خدا نمیدانیم. خدا والاتر از آن است که بخواهد به درک یا در بیاید یا به چشم دیده بشود. لذا خواهش بنده از شما آن است که به عوض آن که این عرایض بنده و دیگران رو به صورت حمله به دین و یا پیامبر و یا هر گونه اعتقاداتی که دارین بدانید، این رو فرصت رو غنیمت بشمارین و در مورد اعتقادات خودتون فکر بکنید و بگویید آیا اون اعتقادات عتیقه رو میتونید اسباب وحدت عالم انسانی که هدف همه ما هست قرار بدیم. امیدوارم که من جوابی به شما داده باشم. و اما برنامه امروز در مورد همه چیز هست، یعنی در مورد اعتقادات هست، در مورد نوع اعتقادات هست، در مورد ارزشیابی اعتقادات هست. اون چیزی که در طول تاریخ بلخص در بین روشنفکران و دیگراندیشان تحت عنوان فلسفه و عرفان معروف است، ولی در این جلسه ما می‌خواهیم از حالت فلسفی یک مقدار فراتر بریم و به مفهوم عرفان بپردازیم. عرفان یعنی چی؟ لغوی یعنی چی؟ فلسفی یعنی چی؟ مذهبی یعنی چی؟ و علمی یعنی چی؟ یعنی اینکه بنده و مهمان عزیزم از این چهار زاویه به این بحث نگاه میکنیم و بعد فرق عرفان نظری و عرفان عملی چیه؟ ارزشیابی عرفان به چه نحوه؟ آیا میتوان عرفان عملی به یه چیزی داشت اگر اعتقادات یا بنیادهای اون عمل بر اساس بنیادگرایی و خرافه‌گرایی باشه؟ مهمان عزیزم از راه دور ولی قلبش به ما نزدیک و حقیقتا یکی از نفوسی هست که بنده به مصاحبت با او افتخار می کنم. کسی هست که بدون غرض، بدون بغض، بدون حب افراطی مسائل رو در اینجا مطرح می کنن و هدفشون آن است که هدف این برنامه رو که ایجاد روشنگرایی است و بینشگرایی است و عدم تحمیل عقاید است با ما همیشه همکاری کردند و می کنند. جناب دکتر قاسم بیات از تگزاس هوستون با ما تماس گرفتند و من خوشوقت هستم که ایشون رو با خودم داشته باشم. خیلی خیلی خوش آمدی قاسم جان عزیز، برادر مهربانم. خیلی متشکرم حبیب عزیز و همچنین مهر و محبت فراوان به بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه شما در هر کجای عالم که هستن. از معرفی که از من هم فرمودید نهایت سپاسگزاری رو دارم. قاسم جان، جناب دکتر بیات عزیز دل من، ببینین همونطور که در مقدمه بنده به عرض بینندگان و شنوندگان عزیزم رساندم، هدف ما آن است که اولا به طور نسبی، چون ما به مطلق معتقد نیستیم، مفهوم عرفان یا به عبارت فارسی شناسایی حقیقی رو اول تعیین بکنیم که شناسایی یعنی چه، و دوم آنکه انواع و اقسام شناسایی رو مشخص بکنیم، فرق بین علم، فلسفه و عرفان رو تا حدودی تعیین بکنیم و بعد به مسائل دیگر بپردازیم. آیا با این موافق هستیم پیش بریم؟ با کمال میل. پس شما شروع بفرمایید، در این زمینه ها توضیح بفرمایید و من در خدمت شما هستم. شما ببین من رو میندازین جلو که بعد من از این نامه های عجیب غریب بگیرم از دوستان. من چطور از اینجا شروع بکنیم؟ علم،
فلسفه، عرفان. میتونین شما یه تعریف، یه از اینجا شروع کنیم با هم محاوره کنیم، علم یعنی چی واقعا؟ علم تا اونجایی که من میفهمش، واقعا علومی که ما امروزه داریم و درباره اون داریم صحبت میکنیم، عملا نقطه نظرش عالم مادی است، چیزی است که در آزمایشگاه میشه مورد تجربه قرار داد و به دفعات مختلف اون را آزمایش کرد و نتیجه ثابتی گرفت. در نتیجه یک دید علمی طبعاً درباره امور این جهان هست و مطالب و مسائل این جهان هست و با مادیات سر و کار داره. آیا مقصود شما از مادیات جناب بیات همون تجربیاته؟ بله، تجربیات. چون بعضی از علوم هست، مثلا فرض بفرمایید تئوری‌های علمی، بعضی هاش اساس مادی نداره ضرورتاً، همونطوری که استاد فلسفه فیزیک جناب اینشتین بهش معتقد بود. آیا این صحیح هست که ما بگوییم تمام علوم جنبه مادی داره، یا آیا شما با این فرضیه اینشتین و یا کارل سیگان، اون کسی که همیشه در قسمت‌های فضا تحقیقات زیادی می‌کرد، معتقد بود که اصلا زیربنای علوم اسپریچوالیتی یا روحانیت با مذهب‌گرایی فرق می‌کنه؟ آیا شما دارین تفکیک میکنین پس تمام علوم اساسش مادی و مادی یعنی تجربی حسی است، یا مقصودتون چیز دیگری است؟ همه علوم بر مبنای کارهای آزمایشگاهی و تجربیاته، و تجربیات میتونه غیر حسی هم باشه، یعنی غیر از مادی میتونه باشه، منتها هر چقدر مادی تر باشه بیشتر قابل توجه و بیشتر قابل اثبات است. تجربیاتی که وارد مسائل حسی و روحانی میشه، اونها کار رو یک مقدار سخت‌تر میکنه، ولی اونها هم در حیطه علوم هستند، چرا که در جامعه میشه اونها را آزمایش کرد. مثلا یک چیزی مثل عشق، مثل رابطه فرزند با پدر و مادر و غیره، اینها یک مقدار احساسی هستند، ولی باز هم در عالم مادی دارن اتفاق میفتند و برای ما این امکان داره که آزمایشگاهی ترتیب بدیم که این آزمایشگاه از میکروسکوپ استفاده نمی کنه، بلکه از اصول علمی و از ریاضیات و حساب و غیره بهره میگیره تا این تجربه ها رو مورد بررسی قرار بده تا اینکه به یک نتیجه مطلوبی برسه. آیا شما معتقد هستین؟ من میخواهم دوباره بر اساس این که اعتقاد شخصی بنده جناب بیاتان است که هر پدیده مادی که به صورت علم زیربناش یک تئوری عمومی کلی است که از جمله اونها همونطور که شما مستحضرید علم ریاضی است. علم ریاضی اگر چه علم به مفهوم تجربی شاید نباشه، ولی زیربنای اصولی تمام علوم تجربی از جمله فیزیک هست. پس آیا بهتر میتونیم ما بگیم قاسم جان علم حقیقی میتونه هم سافت ساینس باشه هم هارد ساینس باشه، مثل روانشناسی؟ شما البته وضعیت روانیت خوبه، احتیاجی به این حرفا نداری، ولی من که رفتم دنباله چون میخوام روان خودم رو سالم بکنم. در روانشناسی ما با هارد ساینس کار نمی کنیم، چون عواطف مطرحه، فکر مطرحه. پس آیا میتونیم بگیم که علم در حقیقت پی بردنه به واقعیاتیه که در عالم زمان و مکان از عالم حقایق
به صورت تجلی یا تصور و یا تحیز بر بشر ایجاد میشه؟ من مشکلی شخصا با این تعریف ندارم، چون من به عالم روحانی هم باور دارم، ولی حتما شما نظر به این دارید که بسیاری از کسانی که خودشون رو آتئیست میدونند خیلی به صراحت میگویند که علوم ما چیزی رو ورای عالم مادی نمیشناسه و فقط در عالم مادی کار میکنه، گرچه مشکلات بزرگی دارن و اون این که بسیاری از قوانین عالم مادی رو اینها نمیدونن ریشش در کجاست. آفرین. مثلا قانون گراویتی یعنی ثقل چگونه ایجاد میشه، یا مثلا ذات یک ذره، ذره اتم که اون رو هم باز میشه کافیم و به ذرات کوچکتر بدیم، درباره ذات اون ما نمیتونیم اظهار نظر کنیم، فقط به خواص اونها میرسیم. آفرین. من داشتم تعریفی میدادم که اگر دوستانی با باور با ناباوری به خداوند و عالم روحانی دارند این برنامه رو میبینند، بدانند که لااقل در اینجا تعریفی که من از علم کردم زیاد متفاوت با تعریف اونها نیست، گرچه خود شخص من بر این باور هستم که زیربنای همه هستی مادی یک حقیقت روحانی است، ولی اون رو من الان در تعریف از علم به کار نمی بردم، چون بسیاری از کتبی که اخیراً محققین خدا ناباور می نویسند اصولاً منکر هر چیزی ورای عالم مادی هستند. می دونین شما حتما مستحضرید یکی از مطالبی که الان به ذهن بنده اومد، تعریف طبیعته. طبیعت که اگر اکثر نفوس ازشون سوال بکنید فکر میکنن حس، فکر میکنن که فقط و فقط اون چیزیه که ما درک میکنیم بر اساس حس، ولیکن تعاریف زیادی داره، از جمله اون که اگرچه به ظاهر یک مراحل فنا و بقاست، ولیکن یک ذاتی داره که ذاتش هیچ موقع قابل شناخت نی، و من معتقد هستم که همون ذات این حقیقته که ما بهش میگوییم روح یا خدا یا هر چیزی. البته همونطور که قاسم جان شما توجه فرمودیم، من در ابتدای برنامه خواستم این بحث خدا رو یه مقدار از این مباحث خارج بکنم، چون به محض این که وارد این معقوله بشین دوباره ما محدود کردیم خدا رو به یه تعاریف طبیعی. ولی یک بیانی است از عبدالبها عباس که به عبارت دیگر حضرت عبدالبها به اعتقاد دوستان بهایی، که میگویند اگر حس اساس باشه، بنابراین این آقا گاوه، ببینیم من به گاوه هم باید احترام کنم جناب قاسم، این گاوه همه چی دیگه اون فیلسوف اعظمه. البته من فکر میکنم حضرت عبدالبها یا عبدالبها عباس، من ببخشید اگر کسانی هستن در بین بینندگان ما که شاید ایراد بگیرن که ما چرا اینها رو حضرت نمیگوییم، من معتقد هستم کلمه حضرت برای دوستانی رو که اینها رو قبول کردن به عنوان مولای خودشون و آقای خودشون خیلی هم جایزه، ولی اون به نظر بنده در یه برنامه‌ای که هدفش دانش پروری و بینشگرایی است، ما بایستی از این اعتقادات شخصیت پروری بیایم کنار، و در اینجا هدف بنده آن است که مردم بیشتر به افکار و عقاید نفوسی مثل عبدالبها آشنایی بشن تا آنکه آنها رو ایشون رو بپرستن. بنابراین اگر بنده میگویم میرزا حسین علی ملقب به بهاءالله، یا میگویم محمد رسول الله، این رو دال بر بی‌حرمتی بنده ندانید. البته من خجالت میکشم که این رو تذکر بدم، چون من فکر میکنم شما عاقلتر از اون هستین که همچین تصور باطلی بکنید. ولی
قاسم جان، وقتی عبدالبها عباس میگوید اگر حس اساس باشه گاو فیلسوف اعظمه، ایشون در حقیقت میخواد یک شک تحقیقی ایجاد بکنه در این مسئله، نیست اینطور؟ این کاملا همینطوره، چون کسانی و خصوصا این گروه بسیار تندروی خدا ناباور که با خدا ناباوران گذشته یک تفاوت اساسی دارن و اون این هست که اینها بسیار تندرو هستند و اگر خواستید من راجع به باورهاشون برای شما مثالهایی خواهم زد، که اینها اصولا چیزی رو ورای عالم مادی باور ندارند، چرا که اگر باور داشته باشند به یک مشکل فلسفی برمیخورند. یعنی اینکه مثلا اگر بگویند قانون جاذبه در خود طبیعت پیدا شده و از خواص طبیعته، نه اینکه از خارج از اون اومده، یا آنچه که مثلا خاصیت رو به نوترون به عنوان ذره‌ای بدون جرم و به پروتون به عنوان ذره‌ای با تمام جرم و الکترون به عنوان ذره‌ای که دارای چارج الکتریکی هست کرده، این از کجا میاد؟ اونها اگر بپذیرند که این خصوصیات در خارج از عالم ماده به اونها داده شده، پس باید یک خالقی رو بپذیرند خارج از اون، و از این رو هست که اصرار دارند چیزی برای ماده نیست. و چون شما اشاره کردید به فلاسفه و همچنین عبدالبها، من یک خاطره کوچکی رو که خوندم راجع به ایشون خدمتتون میگم. میدونید در سال 1900 و فکر میکنم 12 باید باشه یا 13، عبدالبها در پاریس تشریف داشتن. وقتی که در پاریس بودن، در یکی از روزنامه‌های زمان ذکر شد که پیامبر دوستی و عشق به پاریس اومده و قصدش نزدیک کردن مادیون و الهیون به همه، همون موضوعی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. یکی از فلاسفه بسیار شناخته شده زمان در فرانسه که ایشون جایزه نوبل هم گرفت، اریک برکسنه. این اریک برکسن فرانسوی که استاد دانشگاه بود در اون موقع، این روزنامه رو میبینه و به شاگرداش میگه من میخواهم به دیدن این پیامبر صلح برم، ببینم چگونه ایشون میخواد الهیون و مادیون رو به هم نزدیک بکنه، چون ایشون ناباور به خداوند بودن. به هر حال ایشون به دیدن عبدالبها میرن و در جلسه ای که بوده از ایشون سوال میکنن که شما چگونه میخواهید این کار رو انجام بدید، و عبدالبها یک شرطی رو ذکر میکنه و اون هست که باید گوششون رو باز کنن و قلبشون رو باز کنن و چشمشون رو باز کنن، یعنی بدون تعصب به صحبت ایشون گوش کنن. ایشون چنین قولی رو میدن و عبدالبها به ایشون میگوید اگر شما در کنار دریا باشید و لیوانی از آب دریا برگیرید، آیا شما بر این اعتقاد نیستید که آنچه که در آب دریا هست در همون لیوان هم هست؟ ایشون میگوید کاملا همینطوره. و عبدالبها میگوید آیا ممکنه در این لیوان از آب دریا برگرفته و نمونه آب دریا باشه چیزی باشه که در دریا نیست؟ و ایشون میگه نه، چنین چیزی امکان نداره. و بعد عبدالبها ایشون میگویند پس اگر این عالم طبیعت هست و غیر از این عالم طبیعت چیزی نیست که انسان رو آفریده، چگونه من و شما دارای اراده و اختیار شدیم در حالی که تمام عناصر طبیعت با کمال نظم و ترتیب طبق قوانین پیشبینی شده ای که براشون هست در جریان به حرکت هستند جز اراده انسانی؟ و در همون جلسه اریک برکسون میپذیره که پس باید قدرتی ورای اونها باشه، و این در افکارش و نوشته هاش سالها بعد بسیار اثر کرد. یعنی در حقیقت شما چیزی که میفرمایید هنری برکسون، بله شما در مورد هنری صحبت میکنین. هنری برکسون، اسم اریک هنری برکسون میشناسم. بله برکسون، این ملاقاتش به نظر میاد قبل از این هست، حالا بعد این رو یه تحقیق جامعی کرد که آیا قبل از اینه که اون کتاب معروف زمان و اراده آزاد خودش رو بنویسه یا خیر؟ این ملاقات پیش از نوشتن کتاب اون کتاب بوده، چون میدونید ایشون
تحقیقات فراوانی درباره اراده انسانی کرد. بله بله بله. و اینها بعد از این ملاقات، این ملاقات در 1912 بوده. پس این ایشون تقریبا 1930 و خورده ای جایزه نوبل به دلیل کاملا صحیحه. پس یعنی در حقیقت یک ملاقاتی که زیاد هم به طول نانجامیده، چون یک مرد هوشیاری بود و تمام مسائل رو درک می‌کرد. به نظر میاد در کتاب تایم اند فری ویل یا زمان و اراده آزاد خودش، بدون اینکه ذکری از عبدالبها و ملاقاتش بکنه، تحت تأثیر این فلسفه عرفانی یا عبدالبها قرار میگیره. و حتی اگر هنری را هم بذاریم کنار، برکسون رو بذاریم کنار، شما یقینا میدونید که در اثر معروفی که از عبدالبها عباس به جا مونده که مجموعه ای از مفاوضه هایی که داشته، گفتارهایی که داشته، اولین فصل این کتاب مفاوضات در حقیقت طبیعته. و یکی از مسائلی رو که عبدالبها مطرح میکنه اینه که این همونطور که شما اشاره کردین که به هنری هم عرض کردن، و اونم اینه که چطوری میتونه در یک طبیعتی که همه چیش بر اساس قوانین کلی فیزیک و ریاضی پیش میره، یک عضوی پیدا بشه که شعور داره و شمشیر رو از دست طبیعت میگیره و بر فرق طبیعت میزنه. من فکر میکنم که عبدالبها عباس این رو فقط پیش میاره که پارادایم یا اون تئوری بنیادی در مورد اینکه همه چی ماده است رو به هم بزنه. و در فصل بعدیش که در مورد اثبات وجود خدا می نویسن، عبدالبها عباس یه تذکر خیلی جانانه میده. من میخوام نظر شما رو بدونم در مورد این تذکر عبدالبها، که عبدالبها وقتی اول دلایل زیادی برای اثبات خدا میاره که بیشتر قاسم جون همون دلایل مشهور ارسطویی و افلاطونی و ایناست، ولی در آخر میفرماین این دلایل برای نفوس ضعیفه است. یعنی خود عبدالبها عباس نمیخواد یک دفعه از این بحث طبیعت و این و اون یه دلیل تراشی برای اثبات خدا بکنه، چون اگر اثبات کنه خدا رو، همین اثبات قضیه غیب منی لایدرک رو به هم میزنه، چون اون موقع قابل اثباته. و شاید شما و بنده در این برنامه ها میگیم وقتی با خدا ارتباط داشته باشی، وقتی بتونی اثباتش کنی، وقتی بگی هست یا بگی نی، در حقیقت تو خودت رو محور قرار دادی و داری خدا رو اثبات میکنی، و اون چیزی که تو اثبات میکنی تو باید برش احاطه داشته باشی، و وقتی هم که احاطه داشته باشی یه خدا نی. پس این بحث رو ما فهمیدیم. حالا فرق علم با فلسفه چیه قاسم؟ من البته این رو باید از یک فیلسوف پرسید، ولی به اعتبار من، به درک من، فلسفه مجموعه ای از قوانینی هست که این قوانین رو شما قدم به قدم رعایت میکنید تا از یک نقطه ای با اطمینان کامل، با داشتن مقداری از مفروضات که شما اونها رو آزمایش میکنید، به نقطه دیگه برسید. در حقیقت علم همکار فلسفه رو میکنه، منتها در آزمایشگاه. فلسفه این کار رو با برگزیدن تعدادی فرضیه و نشان دادن گاهی به صورت مستقیم و گاهی به صورت غیر مستقیم به یک نتیجه میرسه. مثلا فرمودید افلاطون، ارسطو و غیره، اینها به عالم که نگاه کردن دیدن هر چیزی که حرکت میکنه چیزی محرک اوست. پس آخرش از روی فلسفه گفتن آیا میتونه چیزی باشه که او محرک همه چیز باشه و خود او به حرکت با قوای دیگه در نیاد؟ و چون نمیخواستند که این فرضیه برای ابد ادامه داشته باشه که همیشه چیز دیگر حرکت میکنه، فرمودن اون محرکه اولیه اون خداوند است، یا عقل اولیه خداوند است. و اینها از طریق فلسفی یک چنین چیزی رو نشون میدادن.
علمای زمان ما میتونیم بهشون نگاه بکنیم که پاره از اونها با دقت در خود خلقت و ریزکاری های اون و ظرافت اون و عظمت اون و شگفتی هایی که از اون داشتند به چنین نتیجه ای رسیدند. مثلا آلبرت اینشتین وقتی که به این عالم مادی نگاه کرد نمیتونست بپذیره که این عالم خودش رو ایجاد کرده و به فرمهای مختلف درباره‌اش صحبت کرد، منتها تأکید او بر این بود که خدایی که من میپرستم یا خدایی که من باور دارم خدای ادیان ابراهیمی نیست به اون طریقی که در تورات و انجیل و قرآن آمده که خودش رو درگیر مسائل خصوصی افرادش میکنه. یا یکی از برجسته ترین متفکرینی که چند سال قبل ایشون از این عالم رفتن، انگلیسی، استاد دانشگاه های انگلستان، اسکاتلند و همچنین کانادا، انتونی فلو، که ایشون یکی از اولین کارها، کتابهایی که نوشته بود این کتاب بود که There is no God، خداوندی نیست. و ایشون در 6-7 سال آخر عمرش، یعنی عملا میشه 2013، در 2012 یا 13 کتاب دیگری نوشت به عنوان There is God، خداوندی وجود داره. و ایشون از شاید شناخته ترین شخصیت های خدا ناباور عالم بود که کارش اصلا سخنرانی در این زمینه بود و یکی از مؤسسین سازمان هیومنیزم، انسانگرایی بود. حتی منیفستو این سازمان رو ایشون تهیه کرده بود و امضا کرده بود. ایشون وقتی که ازش پرسیدن در آخر عمرش گفت دقیقا بیانی رو که خیلی شبیه به بیان حضرت عبدالبها است که من خدمت شما عرض کردم، گفت وقتی من به این عالم نگاه میکنم نمیتونم بپذیرم این ریزکاری و ظرافتی که درش هست اینها همه ساخته خود اوست. مثلا به ژن انسانی نگاه کرد، به ژن انسانی، و گفت من نمیتونم بپذیرم که از مواد شیمیایی چنین چیزی پیدا شد که خودش رو تولید بکنه و خودش رو تکثیر بکنه و خودش رو به حد تعالی برسونه. یعنی این نوع ظرافت و واقعا از یک نظر شکوه و زیبایی در خلقت بود که او رو به اون مسیر برد و در نتیجه ببینیم در آخر عمرش با نوشتن کتاب و مقالات مختلف نظر خودش رو داشت. به هر حال چون بحث ما درباره علم و عرفان بود، من از دید این آقایون خدمت شما عرض کردم که اون گروه اول همه چیز رو مادی میدونن، حتی خصوصیات مادیات رو مثل قانون جاذبه یا قوانین مختلف که در عالم جریان داره اینها رو هم ناشی از خود عالم ماده میدونن. چرا؟ که اون وقت باید ناچارن بپذیرن که قوای خارج از این عالم هست. متوجه شدم و من تشکر میکنم که این اشاره های علمی رو شما میفرمایید، چه که من میخواهم بینندگان و شنوندگان عزیز ما بدانن که حقیقت اگرچه واحده، خود اون حقیقت که میشه از دیدگاه های مختلفه فلسفی، علمی، عرفانی، مذهبی بهش نگاه کرد، ولی هدف اونه که یک تئوری یا یک پدیده فلسفی یا یک پارادایمی رو ما قبول بکنیم که اشکالاتش کمتر باشه. پس بنابراین قاسم جان، ما میتونیم، حالا میخوام من راه رو باز بکنم که بریم سر قسمت سوم که عرفانه، که فلسفه یا تئوری در حقیقت اونطوری که هنری فورد رو میشناسین که این ماشینای خوب شما رو، ماشینای فورد در امریکا، بله، این هنری فورد چقدر قشنگ میگفتش که هیچ چیزی مثل یه تئوری خوب نیست، چون اعتقادات ما در حقیقت یه تئوریه که داریم دنیا رو میبینیم و با این تئوری ها یا اعتقادات داریم جهان رو ارزشیابی میکنیم. ولی هنری چقدر قشنگ میگفت وقتی میگفتش ما باید تفکیک کنیم بین اعتقادات و حقیقت. یعنی اینکه برتراند راسل، کسی که خیلی مورد توجه بنده هست، میگوید مردم میتونن بر اساس عقیده جنگ بکنن ولی بر اساس حقیقت نمیتونن جنگ بکنن، چون حقیقت
تعدد نداره، حقیقت واحده. پس بنابراین من و شما بایستی در اینجا یه چیزی رو قبول بکنیم قاسم جان اگر موافق باشین، که تفاوتای ما در عالم در اینه که میخواییم یه تئوری یا یک فلسفه یا یه اعتقادی رو ایجاد بکنیم که این جامع الاطراف باشه. و وقتی که این اعتقادایی که داریم عوض این که زیربناش حقیقت باشه، میاد میگه که من این اعتقادو دارم چون افلاطون میگه، من این اعتقادو دارم چون محمد میگه، این اعتقادو دارم چون بهاءالله میگه، به قول راسل میگه همونجا این داره به تو نشون میده که این در حقیقت حقیقت حرفا رو نفهمیده و بالعکس رفته با شخصیت ها کار میکنه. چون ما همونطور که شما میدونین از روی حرفا، از روی آثار، از روی نوشتجات که ما به اهمیت این شخصیت ها پی میبریم، نه اون طرفی. چون اگه اون طرفی باشه که ما شخصیت پرست میشیم، حالان که شما خیلی بهتر از بنده میدونید که این نفوس مثل اینشتین و حتی اونایی که پیام نوینی آوردن مثل بهاءالله، اینها دلشون میخواست که ما به شخصیت اینها توجه نکنیم بلکه به پیامهایشون توجه بکنیم. پس آیا شما، این سوال آخر من در زمینه فلسفه قاسم جان، آیا شما وقتی میبینی که از قرن 16 17 بلخص بعد 19 یا آدمایی پیدا شدن مثل نیچه، آدمایی حتی الان در عصر حاضر شما میدونید چقدر کتاب نوشته شده مثل History of God مال آرمسترانگ، شما میبینید همه الان رضا ارسلان یه کتابی داده به اسم God Humanistic View، Humanistic Approach، که این بحث میکنه خدا یکیه، خدا سه تاست، خدا همه چیه. آیا من و شما میتونیم بگیم این رو به بینندگان و شنوندگانمون که کرن آرمسترانگ یا نیچه یا اصلان یا هزارها دیگری که الان دارن این کتابا رو در مورد خدا مینویسن و میگن این خدا بچه بازیه، اینا در حقیقت با خدا مبارزه نمی کنن بلکه می گوین این مفاهیم بچگانه ای که از خدا شما ایجاد کردین به درد دوران بلوغ عالم دیگه نمی خوره. به همین دلیله که شاید لحاظ روانشناسی فروید درست اینو فهمیده بود که می گفتش که این تعاریفی که از خدا میشه، اینا مربوط به دوران بچگی مردمه که بر اساس ترس و رعب و اینا تعاریف یه پیرمرد بزرگ و یا آدمی که قلدره و همه کارا رو میکنه ایجاد میکنه. یعنی من میخواهم در اینجا ببینم نظر شما چیه که آیا فکر نمیکنید این قوای مخالفی که بر علیه کودان کود گاد یا خدا در حقیقت در جهان در حرکته، این فلحقیقه از برای کسی مثل شما که روشنگراست، اینها دارن با تعاریفی که میشه و اینقدر هم مردم بهش چسبیدن و نمیخوان فکر کنن. شما فکر کنن ما اومدیم اینجا گفتیم تو این برنامه ها، من شما همکاران دیگه ما گفتیم آقا خدایی که بیاد با موسی حرف بزنه از خدایی ساقته. خب اگه این طرف برگرده بگه به نظر میاد ریاضتی با خدا دیگه اعتقادی نداره، چرا میگه که من شما رو به خدا میسپارم؟ دسته ای که ما میخوایم بگیم همین که تو بگی با موسی حرف زده، چون حرف زدن یه خاصیت انسانیه، همون موقع تو این قوای مخالف خدا رو در حقیقت داری قوی میکنی
و قاسم جان، من حتی به عنوان یک کسی که در روانشناسی خدمت میکنه میبینم چون بشر میخواد دنبال بالاخره یه عاملی بگرده برای این خلقت عالم، اینه که میگه خب خدایه که زیرابشو زدن، پس بهتره که ما بریم به طبیعت بنگریم. یعنی همین که مردم ضد خدان، خود این نشون میده که خدا واسه شون مطرحه، چون اگر خدا مطرح نباشه که اینقدر نباید مخالفش صحبت کرد و موافقی صحبت کرد. آیا شما با این موافقی که پس بنابراین آدم هایی مثل نیچه، آدم هایی مثل کانت، آدم هایی که حالا در قرون جدید صحبت میکنن مثل شجاع الدین شفا موقعی که تولد دیگر خودش رو نوشت که میگه واقعا این چه خداییه، ما آیا اینا رو باید به عنوان یه انسان عاملای مثبت بگیریم این نوشته جات رو، یا بایستی بگیم اینا نجسته، اینا مخالفن، اینا دارن ذهنا رو به هم میزنن، عهد و میثاق خرافی ما رو دارن باطل میکنن، تزلزل ایجاد میکنن. بنابراین هر موقع قاسم و حبیب توی برنامه ها پیدا شدن شما فوراً خاموش کن و برو یا آهنگ مایکل جکسونی گوش بده. آیا خود این خرافات گرایی نیست قاسم جان؟ بله حبیب جان، مخالفین یعنی اونهایی که خدا ناباور بودند که در طول تاریخ خب همیشه داشتیم، ولی خصوصا اونهایی رو که شما ذکر کردید مثلا نیچه یا فروید، و من به اونها بنیانگذار مکتب کمونیسم رو هم اضافه میکنم، اینها هر کدومشون تلاششون، و آینشتین هم در حقیقت در همون زمینه بود، اینها همشون شورش بر علیه خدایی بود که در ادیان ابراهیمی، مسیحیت، یهود و اسلام تعریف شده بود و در طول چند هزار سال تبدیل شده بود به باور عمومی. طغیان اونها بر علیه چنان خدایی بود. یعنی وقتی نیچه میگفت خدا مرد، God is dead، خدا مرده، منظورش اون خدایی که در باور مردم چنان گونه بود مرده بود. یا وقتی که مثلا مارکس با صراحت میگفت افیون جامعه دین هست و دین باوری است، حرفش غلط نبود، چون دیده بود که در طول چند هزار سال دین به صورت وسیله‌ای ازش استفاده شده بود در خدمت قدرتمندان و سربندمندان و نگه داشتن طبقه زحمتکش و کارگر و زارع در پایین، و او معتقد بود که دین وسیله‌ای بوده عملا مثل یک چیزی که درد رو تسکین میده، مثل سدتیو. منظورش این بود که میگفت افیون، چون افیون یا تریاک در اون دوره عملا این کار رو میکرد، درد زیاد رو کم میکرد که برای مردم قابل تحمل باشه. اینها هیچ کدوم حرفاشون غلط نبوده و من و شما هم به چنین خدایی باور نداریم. نکته دوم این هست که اونهایی که اخیراً همه ناخدا باور شدند و چندین کتاب نوشتند، مثل نمیدونم God is not great، خدا بزرگ نیست، برخلاف اون الله اکبر جامعه اسلامی و غیره، اینها فقط با خدا نیست که در جنگ هستند، اینها معتقد به یک نظامی هستند که بالکل باور مذهبی رو باید از دنیا برداشت، چون اینها معتقدند که اگر شما مذهب رو از دنیا بردارید دنیا خیلی خوب میشه. حالا اگر به این آقایون بگیم بسیار خوب، خب ما چنین تجربه ای رو یا شوربختانه یا خوشبختانه در تاریخ داریم. نظام کمونیستی در روسیه، نظام کمونیستی در چین حدود 100 میلیون انسان رو از بین بردند و اصلا جز فلسفه اساسی اونها ناباوری خدا و پذیرش مادیگرایی در عالم بوده. خب اینها رو که بهشون بگیم واقعا میبینیم که چندتاشون خالی است. و اما یک نکته اساسی راجع به این مسئله که به صورت مستقیم و غیر مستقیم من و شما بهش اشاره کردیم، هر نوع درک و برداشت ما از حقیقت نسبی خواهد بود، هیچ وقت مطلق نخواهد بود.
به دلیل اینکه هر چیزی رو ما بر مبنای تجربیاتمون و آگاهی هامون میسنجیم. اگر مثلا به پیشرفت های عظیم در علم نگاه بکنیم، خب اگر ما با برداشت 2000 سال قبل به عالم نگاه میکردیم، یا 1000 سال قبل یا حتی 100 سال قبل، یک تصور کاملا متفاوتی میداشتیم. بنابراین همه برداشت های ما ناشی از دانسته ها و آگاهی های ماست و همه نسبی است. من به این مجموعه حتی ادیان رو هم اضافه میکنم. آنچه که در ادیان در طول تاریخ برای بشر آمده، چه مکتوب چه غیر مکتوب، چه ادیانی که ما میشناسیم و چه ادیانی که از اونها اثر کمی باقی مانده، همه حقایقی نسبی بودند، نه نسبت به خداوند یا خالق عالم، بلکه نسبت به بشر که دریافت کننده اونها بوده. درست مثل یک کلاس مدرسه، استاد کلاس اول ناچار است مطابق فهم و استعداد و شعور شاگردان کلاس اول صحبت کنه و به همین صورت. بنابراین ما باید بپذیریم که در حیطه نسبیات قرار داریم و این نسبیات روز به روز البته داره روشن‌تر میشه، ولی هیچ وقت اونگونه نخواهد بود که بگوییم یعنی ما حقیقت مطلق رو فهمیده ایم. اینطوری که شما فرمودید، من حالا دو سه دقیقه دیگه باید خطوط رو باز کنم و از کارگردان عزیز خواهش میکنم که این خطوط رو باز کنن و به شما عزیزانی که شنونده هستین یا بیننده، نذارین سوالاتتون رو 5 دقیقه آخر از ما بکنین، چون من 5 دقیقه آخر خطوط رو میبندم که یه جمع‌بندی بکنم. این است که الان عرض میکنم. ولی قاسم جان، پس ما اگه بخوایم یه نتیجه، اینا همه چیز عرفان ها قاسم، حالا علکی علکی ما بهش گفتیم فلسفه و علم. پس شما در حقیقت اینو داری به من میگی، ببین من شما رو بد کد نکنم بعد شما هم یه ایمیل بگیری و یه نفر از ایران. ببینین نیچه رو شما مثال زدی، نیچه این بیانی رو که شما ازش کوت کردی در گی ساینس خودشه که God is dead، ولی خود این شخص بزرگوار در چنین گفت زرتشت خودش برمیگرده میگه که ما کشتیمش، خدایا برگرد. یعنی در حقیقت این شخص خواست نشون بده که من با خدایی دارم مخالفت میکنم و میگم مرده که هرچه زودترم بمیره بهتره. یعنی اون خدای خرافی. و حالا شما یه چیزی که فرمودین که خیلی جالبه، اونم اینه که علت این که این مردم میجنگن با برنامه هایی از قبیل این برنامه که ما داریم بهشون عرضه میکنیم، چون اینا به بحث مطلق معتقدن، مطلق گران. میگن چطور میشه ما بیایم اینو عوض کنیم؟ و شما در حقیقت میبینی این وبای عمومیه، یه وبای عمومیه، در ادیان از همه بیشتره. واسه همین هم هست یکی از وباهای عمومی ادیان خاتمیته. یعنی این بحث خاتمیته که جلو اینا رو میگیره که اصلاً فکر نکنن در مورد اینکه به قول شما چقدر قشنگ فرمودین آقا ما داریم رشد میکنیم. هر سید علی محمد باب شیرازی در بیان فارسی خودش میگوید هر مرحله شریعتی مقدمه مرحله دیگره، تا جایی که این مراحل انتها نداره. و علت شما فرمودین حکمتش رو که علت این که مراحل انتها نداره، چون اگر انتها داشته باشه بشر اون وقت واقعا مادیه، اون موقع بشر دیگه اصلا کیفیات روحانی و انسانی نخواهد داشت. پس یعنی در حقیقت شما یه تیری هم زدی به بحث خاتمیت و یک نفرم داره سوال میکنه روشن شد، برم بگیرم. جناب قاسم اجازه فرمایید یک توضیح کوتاهی بدم، بعد شاید اون خوب باشه که اون کار کنیم. بله. من چند روز قبل یک معمم بسیار خوش زبانی رو در اینترنت راجبش گوش کردم که ایشون اصرار میکرد که مردم باید بدانید که فقه 1000 سال پاسخگوی امروز نیست.
منتها چیزی که ایشون در نتیجه داشت نسبیت رو توضیح میداد، میگفت ما آدم های هزار سال قبل نیستیم، زندگی ما نیست، پس برای همون فقه هزار سال قبل کار نمیکنه. منتها ایشون شاید شهامت اونو نداشت که یک قدم دیگه هم برداره بگه این کتابی که فقه ما بر مبنای اون هست، اون کتاب هم خودش کتابی است نسبی بر مبنای شعور انسانی. چون اگه غیر از این باشه مشکل حله. قاسم اگه غیر از این باشه اصلا مفهوم پیام نوین معنی نداره. همینطوره. حالا من یه دونه خط رو میگیرم، تو رو خدا سوالای سخت از قاسم بکنی. بفرمایید قربان، خوش اومدین. درود بر آقای دکتر ریاضتی و جناب دکتر بیات. خیلی خیلی خوش اومدین، بفرمایید. اولا همه چیز چقدر جالبه، دانش، بینش و آزادی. این خیلی نهب شود که به قول ما شیرازی ها مشریه، یعنی خیلی باید فکر کنیم دربارش. حال سوال بنده این بود که آقای ریاضتی، آقای بیات، من با یک نفر صحبت میکردم، ایشون دکتر فلسفه بود، راجع به خدا بحث میکردم، به من گفت خدا انرژیه. بعد من سوال کردم که آیا این انرژی شعور داره یا نداره، گفت خدا مستقیمه. گفتم من متوجه به شما نمیشم، من خواهش میکنم از آقای دکتر بیاد و جنابواری توضیح بدید. خیلی ممنونم، ممنون از لطف و کرم شما. چه شیرازی ها چه سوالای خوبی میکنن، و شما بایستی بدانید در بین این شیرازی ها یک کسی که این مسائل رو خیلی خیلی بزرگ منشیوار حلش کرد، به قول شما مشتیوار، کسانی مثل حافظ بودن، کسانی مثل سعدی بودن، و در عالم ادیان کسانی مثل سید علی محمد باب شیرازی بودن. بنابراین شیرازی ها رو دست کم نگیریم. قربان شما، از تلویزیون توجه فرده. باسم جان بفرمان. عرض کنم که چون من درباره نسبیت خدمتتون توضیح دادم، یعنی درک ما همیشه نسبی خواهد بود نسبت به ظرفیت ما. مثلا میبینیم در انجیل وقتی درباره خداوند میخواد اشاره کنه، میگوید خداوند محبت است. در قرآن مجید وقتی راجع به خداوند میخواد اشاره کنه، میفرماید الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است. خب حالا نور و محبت، در آیین بهایی ما همیشه به همدیگه میگوییم الله و ابها، یعنی خداوند زیبایی است، خداوند جلال است و خداوند شکوه است. پس میبینید که همه اینها توصیفه، و وقتی که میگویند خداوند هم انرژی هست، به دلیل اینکه چیزی خارج از انرژی نمیتونن تصور بکنند. آفرین آفرین، من سوالای دیگه دارم. پس زاویده خداونده، خداوند انرژی نیست، و یعنی میتونیم بگیم قاسم زاویده اوست ولی او نیست. یعنی میتونیم بگیم که هر شخصی هر در هر مقام علمی که هست میخواد این پدیده غیب منی لایترک رو یه طوری توصیف کنه، بنابراین اون کسانی که گوش میدن باید این رو متوجه بشن که در عالم خلق تمام این اوصافات، یعنی ربطی به عالم حقیقت ماورای شعور ما نداره. حالا اگه شما میگی بهش محبت بگو، اگه بهش میگی انرژی بگو، اگه میخوای بهش بگی هستی مطلق بگو، ولی اینا رو فقط بدون تعاریف خلقیه، و تا جایی که به اعتراض و برتری و بهتری و اختلاف منجر نشه، هر کدوم اینها رو بگین و بذارین شواهد بلوغی عالم به تدریج این حقایق رو بررسی کنه. سوال بعدی بفرمایید قربان. با درود به جناب علی و به دوست فرهیخته تکساسی هم جناب دکتر قاسم بیات. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. همشهری شما نیشون مثل این که بله خدمتشون بودم. بفرمایید. خواهش میکنم جناب دوستان، من یک نظر کوتاه دارم و یک سوال، هرچند که این گفته جناب بیات را که در چین و شوروی به گویا 100 میلیون کشته شدن و کشتنشون را یک شوخی افسانه قبول میکنم از ایشون.
نظر من اینه که در رابطه با عرفان صحبت شد. عرفان همچه جناب بیات مذهب خانم گفتن که علم اونهایی هستن که ما میدونیم ولی همه چی رو نمیتونیم ثابت بکنیم در آزمایشگاه. این درسته جناب بیات؟ علم از اسمش هم پیداست اونهایی هستن که معلوم شده، اونهایی که معلوم نشده اند خب بایستی معلوم بشن. و اما سوال من اینه که اگر جناب عالی یا جناب ریاضتی و آقایان و خانم های عرفانی باور دارید که سوای دنیای مادی یک دنیای دیگری نیز وجود دارد، شما که علمی هستید بایستی اینو علما ثابت بکنید مثلا در آزمایشگاه. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. قبل از اینکه قاسم جان مطالبشون را عرض بکنن، من تمنا میکنم از شما هر کسی که گوش میده، ما رو ملقب به عرفا و فلاسفه و ضد خدا و با خدا و اینا معرفی نکنید. ببینین همین لقب بازی ها همین ها ما رو از هم جدا میکنه. ما داریم با هم مشورت میکنیم، محاوره میکنیم، هیچ کدوممونم ادعا نمیکنیم که عقاید ما باید تحمیل بشه یا برتره یا بهتره، ولی در عین حال میخوایم یه فرصتی ایجاد بکنیم که این عقایدی که انقدر محکم بهش چسبیدیم رو هم شاید یه ترکایی بندازیم و این ترکا برای بهبودی و روشنگرایی خوبه. حالا چیزی که من درک کردم از قاسم و خود بنده هم مطرح کردم، ما میگوییم که حتی خود این طبیعت هم همش مادی و ملموس نی. ما میگوییم نفس این طبیعت خودش مادی نی و ما چون در عالم حس داریم حرکت میکنیم، در حقیقت اینا رو ما مادی میگیریم. حتی من این رو هم میخواهم به شما عرض بکنم که خیلی ها الان معتقد هستن ما فقط 5 تا حس نداریم، بلکه ما یه حسای درونی داریم مثل حس متخیله، متفکره، به حساب حافظه، حس مشترک. و بنابراین در آثار عرفای اسلامی هست، در آثار عبدالوهاب عباس خیلی تعریف داره. یعنی این که شما اگه فکر بکنین که ما میگوییم که ماده، مفهوم ماده رو ما میگیم شما ملموس نمیتونی احساس کنی، چون اون چیزی که ملموسه برای شما ملموسه، حقیقتش ملموس نمیتونه باشه. قاسم جان مطلبی داری بفرما تا من سوال بعدی رو بگیرم. بله چشم. من فکر میکنم به طریقی من این موضوع رو مطرح کردم، حالا با مثال دیگه ای موضوع رو توضیح بیشتر میدم. ببینین، شاید یکی از بهترین تئوری ها درباره ایجاد هستی تئوری بیگ بنگ، این انفجار عظیم، که تئوری این گونه میگوید که همه ذرات عالم هستی و انرژی و همه در یک نقطه متمرکز بود و اون نقطه فقط انرژی خالص بود و اون نقطه مثل یک توپ منفجر شد و حرکت نور به تدریج حرکت ایجاد ذرات کرد و ذرات در کهکشان‌ها پراکنده شدند مثل گرد و غبار و بعد به دلیل خاصیت اونها که جاذبه بود به تدریج دور هم جمع شدند و می‌بینیم که این کهکشان‌ها ایجاد شدند، ستاره‌ها و اقمارشون و غیره. و همونها بلافاصله به ما می‌گویند که توضیحی برای اون که اون ذره که تمام این هستی درش بود بازشه ندارند و بعد میگویند در نهایت همه این هستی مجدداً باز به یک ذره خواهد برگشت و ما نمیدونیم این انفجاری که ما الان درش هستیم که تقریباً 14.3 بیلیون سال، یعنی 1000 میلیون سال ازش گذشته، آیا اولین، دومین، صدومین، ما نمیدونیم. آفرین. بنابراین حتی اگر در اون سطح هم به ما بهش نگاه کنیم میبینیم که ما به اون نخواهیم رسید. و دوستانی که یا دانشمندان یا فلاسفه‌ای که خداوند رو به صورت انرژی مطرح میکنن
به این دلیل هست که میگویند اون ذره اول فقط انرژی بوده و چون چیزی خارج از هستی اینها باور ندارن، میگویند پس اون ذره که انرژی بوده پس خداوند انرژیه. خیلی خوب، من فکر میکنم به اندازه کافی ما تخمایی کاشتیم قاسم جون، که اینا وقتی که این برنامه تموم میشه به جای اینکه در مورد کراوات شما صحبت کنن و موهای پرپشت بنده، در مورد جزئیات این مسائل به مشورت بپردازن و از ما هم بوت نسازن. ما حرفامون ابدا نمیخوایم جنبه مطلق گرایی داشته باشه، ولی در این حال ما سعی میکنیم که یک فضایی ایجاد بکنیم برای تفکر و یا شاید تغییرات بنیادی. تغییرات بنیادی با تغییرات ظاهری فرق میکنه. اینه که حتی در علم، بلخص در علم روانشناسی، میگن first order change and second order change. هدف بنده در این برنامه ها اینه که second order change ایجاد بشه، چون اگر اسکیما یا پارادایم یا طریقتی که دنیا رو میبینیم عوض بشه، خیلی از این سوالات جواب داده میشه. ما علت این که یه مقدار اختلاف نظر داریم چون همیشه میخوایم اون اسکیماهایی که، اون دیدگاهایی رو که از بچگی، فرهنگ، سنت، پدر، مادر و دین و سیاست به ما داده، میخوایم اونا رو حفظ بکنیم. به همین دلیله که یه مقدار با این عقاید جدید ما بحران احساس میکنن، حالا اینکه بحران نی. چقدر قشنگ میگه قاسم جان بهاءالله، بلایی عنایتی ظاهره نارون ولی باطنه نورون. یعنی اینکه در حقیقت این صحبتهای ما امکان داره یه آتیشی به اعتقادات شما بزنه، ولی خدا حق شاهده. ببینید دوباره خدا را هم اینجا من شاهد گرفتم، خدا حق شاهده هدف ما اینه که شما را از این گودال ها و حفره های محدود فکری رها بکنیم ما، و اجازه بدیم که حرفای دیگران رو هم بشنوید. و به قول چقدر خوب گفت شوقی افندی جانشین عبدالوهاب عباس، که اگر میخواین در حقیقت دنیا رو بفهمید، به جای وقتی یک کتاب مذهبی میخونین یه چند کتاب غیر مذهبی هم بخونین. من چقدر دیگه خوشحال میشم از این حرفی که من از عبدالوهاب عباس یاد گرفتم، که ازش سوال کردن که شما چجوری تونستی انقدر خوب تبلیغ کنی؟ میگه من حرفای مخالفین رو که شنیدم تازه فهمیدم اصلا چجوری مسائل باید مطرح کرد. بنابراین این مهمه. سوال بعدی، من 5 دقیقه دیگه هم تمام تلفن ها رو قطع میکنم چون 16 دقیقه دارم. بفرمایید قربان. آقای خسته نباشید، همچنین آقای دکتر بیاد قربان شما، خوش اومد. اینطور که شما صحبت کردیم ما قاطی کردیم، اصلا نمیدونیم چطوری سوال بکنیم. شما آقای یادتی میگی ما رو با عرفانی ها قاطی نکنیم. خب ببینید، همین دینه که تقدسات ارتباط دینی باعث جدایی ها شده. آفرین. اگر نه اینکه، مگه نه اینکه میگن دین بازدارندهه؟ پس آقای بیات، اگر دین، ادیان دینی، ادیان مذهبی بازدارنده باعث پیشرفت انسان در عصر کنونی میشه، پس آقا شما و امثال شما ها دنبال چه مسائل دینی هست؟ آفرین. با فهمیدم تا آخرش رفتم. آقا قاسمم خیلی دقیق فهمید. من آخرش هم تموم کنم، بیا لحظه آخرش تموم جونم بفرمایید. گالیله گفته بود که زمین بیاد سرش رو بزار داد دستی که مذهبیون. حالا آقای عبدالبها یا میزم بقول خود میزا حسن حسینعلی چی رو میخواست بگی که با دین و اسلام تفاوت داشته؟ که حالا یه آفرین به شما بین مردم به وجود آورد. بله، اولا قبل از اینکه قاسم عزیز بگی، شما جواب خودتون رو در خودتون مستتر کردین. ببینین یه خوبیش اینه که شما اگر فقط به حرفای خودتون توجه بکنی، شما دو چیز به من گفتین. اولا گفتین که دین سبب اختلاف شده. اولا قاسم و بنده عرض کردیم وقتی عقایدی که مطلق باشه
مربوط به هزار سال قبل. حالا قاسم خیلی 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 مؤدبانه گفت که هزار سال قبل، اصلا عقایدی که مال 100 سال قبله الان باید یه جور دیگه بهش نگاه بشه. یعنی این که ما میخواییم بگیم دین نیست سرور عزیزم، علم نیست که اسباب اختلاف و نزاع ایجاد میکنه، این ماها هستیم که به خاطر تعصب یا که اساسش جهل و نادانیه، یا حب افراطی که اونم به خاطر کمدانی و نادانیه، ما به این ها یه کعبه خاکی رو درست میکنیم، جنبه تقدس بهش میدیم. کسی اگر مخالف ما فکر بکنه ما بهش میگیم نجس، ناقض، کافر. اینهاست که اسباب اختلافه. ولی اگر طوری که جناب بیات مطرح فرمودند و بنده تأکیدن در این برنامه ها عرض کردم، اگر ما معتقد باشیم که هر دینی در هر مرحله بلوغ روحانی بشر تعالیمی رو آورده که به درد اون گروه میخوره، اشکال از دین نیست. چون اگر شما به خود تورات و انجیل و قرآن، حالا تورات و انجیل زیاد شواهد حرفای خود این پیام آوران نیست، و بلکه قرآن که یه نمونه بارز پیام آوریه، در این قرآن شاید بیش از هزارها نمونه هست که رسول الله محمد ابداً به مطلق گرایی و خاتمیت معتقد نیست. خاتمیت یه مفاهیم عرفانی داره که انشالله من در ماه آینده وقتی که قاسم برمیگرده میایم حالا در مورد عرفان صحبت میکنیم و یه مقدار در مورد این دین و خاتمیت بیشتر مطرح میکنیم. ولی شما باید بدانید قسمت آخر بهاءالله میرزا حسین علی چه چیزی آورده. من تشویق میکنم شما رو برین آثارش رو بخونید. اگر دیدید این آثارش همون حرفایی رو میزنه که شما بهش معتقدی مربوط به هزار سال یا 200 سال قبله، من با شما موافقم. ولی اگر کلی بافی کنیم، چون این رو من میبینم خیلی از دوستان میکنن، حتی اگر مقامات علمی دارن، پول دارن، ثروت دارن، به خودشون اجازه میدن که جنرالیزیشن ایجاد کنن، یه چیزای مطلق گرایی ایجاد کنن. نه، برین بهاءالله رو بخونید، آثارش رو بخونید، هر تصمیمی که بگیرید محترمه. ولی من میخوام به شما عرض بکنم برداشت من از باب و بها و عبدالبها اینه که میخواد مفاهیم عتیقه مذهبی رو بلخص در حیطه عرفان اینها رو به طریقی که متناسب با بلوغ بشره عرضه کنه، و بر اساس اوناست که تعالیم بدیه آورده. قاسم جان بفرمایید. بله چشم. عرض کنم که واقعا بهترین تمثیلی که میتونیم برای ادیان در طول تاریخ فکر کنیم همون یه مدرسه است. خب معلم کلاس اول نیت خیر داره، اطلاعات وسیع داره، ولی مطابق فهم و استعداد بچه های کلاس اول به اونها حروف رو یاد میده و اعداد رو. اگر این بچه ها بعد از این کلاس اول رو تمام کردن بگویند که دیگه بعد از اون کتابی نخواهد بود و معلمی نخواهد بود، خب طبعا خودشون در این زمینه بازنده هستند. به کلاس دوم که میرن میبینن با این اعداد چه کار میتونن بکنن، جمع و تفریق و ضرب، و با حروف میتونن کلمات رو بسازند. باز اگر در همون جا بمانند ناقصند و زیان و خسران فراوان، و همینطوری ادامه داره. ادیان همونطوری که عرض کردم خدمتتون، به باور بهائیان همه حقایقی نسبی است که این نسبیت نسبت به انسانه. این رو که اگر ما بپذیریم یک مرتبه یک راه نجاتی برای ما ایجاد میکنه که از تمام این گرفتاری های کتب دینی گذشته و باورمندان اون که این وسط بوندن و نمیدونن چی کار بکنن آزاد میشیم. شما میبینید در دوران اخیر خصوصا بعد از این انقلاب بود که یک عده‌ای از انسانهای فرهیخته ما مثل اینکه برای اولین بار کشف کرده بودند تورات یا انجیل یا قرآن
درباره داستان‌های قدیم چی میگه، برداشتن اینها رو کتاب کردن. شما فرمودین جناب شجاع الدین شفا یک نمونه‌شه، خیلی‌ها دیگه هم بودن و اینها برداشتن اینها رو کنار هم گذاشتن با تمسخر و گفتن اگر دین اینه ما نمی‌خوایمش. البته ما هم دیگه اون دین رو نمی‌خوایم و هر انسان عاقلی وقتی که نگاه بکنه این قصه هایی که در این کتاب ها آمده در حد کودکانه، چرا که این قصه ها مربوط به دوران کودکی ماست، به جز به اون هم طریق اون راه دیگه ای برای صحبت با ما نبوده. بنابراین باید بپذیریم که همه ما در این عالم نسبیت هستیم، باید حرکت کنیم. اینجاست که اگر یکی از حرف های فقط بهاءالله رو خدمتتون بگم این هست که ما همه چیز رو باید با درجه علمی اون زمان خودمون، فهم علمی اون زمان خودمون بسنجیم. آفرین به شما. بعد علمی زمان حالا بیایید داستان طوفان نوح، خلقت آدم، بهشت و جهنم، دوزخ، نمیدونم باغ رضوان، همه این داستان ها رو یکی یکی نگاه کنید. در اینها پند و اندرز فراوان بوده، به این دلیل آمدند. یعنی این که قاسم جون اگر ما بخوایم ببینین این جوان نورانی که زنگ زد گفت شما منو گیجم کردین اینا، من اتفاقا میگم خوبه که گیج شدی، چون اگر گیج نشی فکر نمی کنی. یعنی انسان ها موقعی به یه چیز جدید توجه میکنن که یه مقدار مغایر اون چیزاییه که همیشه فکر میکردن. اصلا اکتشافات همینه که انسان کشف حقایق روحانی کنه. ولی همونطوری که قاسم فرمودن که بعد من سوال کننده آخر رو بگیرم، این اشکالا به خود دین راجع نی، دین یه وسیلهی برای کمال. ببین مردم متوجه نیستن که یکی از مشکلات اینه که این عبارات دینی رو همش رو لغوی سطحی لینیرلی میگیرن. اینا نمیخوان این حالت انتقادی بهش نگاه کنن. مثال ببینین خاتمیت، بله در سوره احزاب آیه 40 فرموده منم خاتم النبیین، خیلی خوب خدا پدرشو بیامرزه، ولی خود این پیغمبر گفته انا اول النبیین، خود این پیغمبر گفته انا اوسط الانبیا. پس این پیغمبر، ببین الان برای من این که اختلافا رو میبینم میگم بابا این که اینجا گفته من خاتمم، اگه مفهوم آخری باشه، خب آدمی که آخره که نمیگه من اولم من وسطم، پس چرا میگه ائمه هم میگن اول نا محمد، اوسط نا محمد، آخر نا محمد؟ پس این اختلاف دلیل برای نمیشه که ما بگیم عجب دین ما رو کانفیوز میکنه. نه، میخواد بگه تو سطحی فکر نکن، برو بپرس ببین خاتمیت اینا به چیه. بعد یا این میبینی بهاءالله در کتاب ایقان خودش، سید باب در بیان خودش میگه وقتی این ادعای خاتمیت میکنه در عالم حق، یعنی حقیقت یکیه، بین مظاهر ظهور شما فرقی نمیذارید، اینا مثل خورشیدن، بر حسب زمان و مکان شدت ظهورشون عوض و بدل میشه. یعنی در اینه که میگوید منم آدم، منم نوح، منم موسی، منم عیسی. اینجاست که عیسی میگه اگر شما موسی رو شناخته بودید مرا هم میشناختید. ولی خود همین عیسی میگه قبل از اینکه ابراهیم بود من بودم، منم آلفا، منم اومگا. علت این که شما گیرین سروران عزیز، چون شما اینا را سطحی میخونید، چون شما تحری حقیقت، جستجوی حقیقت نمی کنید، به حرفای این و اون توجه میکنید. چه بهایی باشید چه مسلمان باشید، ما باید به چشم خودمون ببینیم. و یادتون نره انسان ها با این اختلاف پدیده ها میتونن به بینش جدید برسن. ببینین شجاعت یک کسی مثل اسقفه که اومد بلیش گفت میدونین من رئیس کاتولیکا هستم، ولی خانم آقایون این داستان آدم و هوا به خدا نمیتونه حقیقت تاریخی داشته باشه. حالا یک کسی دیگه هست مثل جیمز آشور میگه نه بابا، خداوند زمین آسمان رو در 6 روز خلق کرد. و کی خلق کرد؟ اکتوبر تونیت به حساب کی خلق کرد؟ میگفت این در حدود 2000 و چندین سال قبل از میلاد مسیح. خب
میخواین اونطوری فکر کنین، فکر کنین، ولی بعد ایراد نگیریم به آدمای مثل نیچه و دیگران، چون اینها به شرافت عالم انسان معتقدن، انسان اینها به خردگرایی معتقدن، همونطور که بهاءالله میگوید خرد و مهر پروری و خردگرایی دو تا عامل بقای انسانن. آخرین سوالم میگیرم. قاسم آماده ای؟ اومده. بفرمایید. سریع. درود بر شما آقای ریاضتی و درود بر مهمان عزیزتون و درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز. قربان شما، خوش آمدیم، بفرمایید. خیلی من سه تا سوال دارم، خواستم فقط بگم بعد شما جواب بگیم برام. بفرمایید. یکی که حضرت بهاءالله چرا سه تا زن داشت به بقیه میگن یک دونه بگید؟ یکی دیگه شما حضرت بهاءالله با خانوادش و فامیلش اختلاف داشت، کسی که نتونه اختلاف خانوادش رو حل کنه میتونه بی امت رهبری کنه؟ دوتا یکی ها چرا حضرت بهاءالله تو زندان بود گفت خود بودن و گفت سوار نداشت ولی بیش از 18,000 آثار داره؟ من اینا رو میخواستم جواب بده. خیلی ممنون. دوباره شما گذاشتی 3 دقیقه مونده به آخر، آمدی سواله اساسی کردی که نه آقا قاسم وقت داشته باشه نه بنده. ببینین من این رو تیبلش میکنم، یعنی میذارمش برای دفعه بعد. من هدفم اینه که از آقا قاسم دعوت بکنم، اگر ماهی یه بار نشه هر یه ماه در میون، ولی هدف منم اینه که این برنامه رو برنامه فقط دیانت بهائی نکنم، هم قاسم هم این برنامه مربوط به عمومه و حتی اگه کسایی هم که بهائی هستن با این مسئله اشکال دارن باید درک بکنن که من در اینجا دارم همون کاری رو میکنم که یک کسی مثل عبدالبها عباس کرد. این پیام پیام عمومیه، پیام حقیقت باید باشه. بنابراین سوالای شما خیلی سوالای خوبیه و ما احترام بذاریم به شما، ابدا شما سوالای ناجور نمی کنی، ولی من 2 دقیقه دارم، کارگردانم از اون پشت به من میگه ended finished. اینه که من میخوام کلن به شما عرض بکنم که اگر بهاءالله 3 زن داره، اگر بهاءالله به نظر شما با خانواده خودش اختلاف داشت، اولا شما بدون وقتی که ما داریم صحبت میکنیم در مورد این پیامبران، هر کدومشون یه مقام جسمانی داره، یه مقام انسانی داره، یه مقامی داره که میگه من مرکز وحی و پیام نبینم. بهاءالله همیشه به عنوان یک انسان در یه محیطی ظاهر میشه که بالاخره حکمت‌های زمان اقتضا می‌کنه این پرکتیس یا نرم یا فرهنگ زمان همه 3 زن می‌گیرن، 4 زن می‌گیرن. بنابراین اونو به حساب مخالفت با پیامش که یه زن بگیرید نذارید. این یکی. دوم این که این با پدر با خانوادش و اینا اختلاف نداشته، این هدفش این بوده که حقیقت رو بارز کنه. و شما سرور عزیز باید بدونی حقیقت مثل شمشیره، حقیقت میتونه جدا کنه. یعنی این که چقدر قشنگ عیسی میگه من نیامدم که صلح بیاورم بلکه شمشیر رو، من اومدم که مردم رو تا حدودی جدا کنم. وقتی از باب و بها میپرسم مقصود چیه، میگه حقیقته، حقیقت جدا میکنه انسان ها رو. دفعه آینده اینا رو توضیح بدیم. 44 ثانیه دارم قاسم، یه چیزی بگو تمامش کنیم. خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید یک اشاره‌ای به جناب رضا اصلان بکنم که شما نامشون رو بردید. من به صحبت‌های ایشون گوش کردم، ایشون بسیار انسان شریفی است، صحبت‌های خوبی هم داره. تا اونجایی که مربوط به خداوند هست، ایشون نظرش واقعا اون نظری هست که بهش یا پنتئیزم میگن یا در انگلیسی و به فارسی وحدت الوجوده. و ایشون واقعا میگه خداوند محلول در همه چیزه، خداوند جز همه چیزه. و به درستی میگه که در قدیم از زمانهای بسیار بسیار قدیم این باور بسیاری از ملل و مردم بوده.
میگه اگر اینجوری فکر کنیم دیگه نیازی به اسم براش نداریم، نیازی به دین براش نداریم. قاسم جون من کارم تمومه، اینا خطره. من میخوام این فرصت رو غنیمت بدارم، از شما تشکر کنم، از بینندگان تشکر کنم. سه تا سوال آخر رو میذاریم برای دفعه بعد و شما رو مجدداً تأکیداً به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار، روزتون بخیر. خدا نگهدار.